همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی از اورشلیم. اشکان، میتونی از آخرین رخدادهای جنگ اسرائیل با حماس برامون بیشتر بگی؟ بله طناز، من در ساعت گذشته همینطور که نگاه میکردم به دوربین هایی، در واقع تصاویری که دوربین هایی که خبرگزاری های مختلف در سمت اسرائیلی مرز با نوار غزه گذاشتن، میشد دید که همچنان حملات هوایی و توپخانه‌ای به ویژه به مرکز نوار غزه ادامه داره. بعد گفت این دوربین ها عمدتاً شمال و مرکز نوار غزه را البته نشون میدن و نه جنوب اون رو، اما در شمال نوار غزه دست کم دیگه من انفجاری رو امروز توی این دوربین ها ندیدم در اون ساعتی که من نگاه میکردم. موضوعی که نشون میده کنترل شمال نوار غزه تقریبا از نظر نظامی دیگه در دست اسرائیل هست، اما در مرکز همچنان درگیری ها ادامه داره و البته در جنوب و به ویژه در شهر خان یونس هم همچنان درگیری ها ادامه داره. همونطوری که گفتی جمعیت هلال احمر فلسطین میگه که ساختمان اصلی این جمعیت در شهر خان یونس هم هدف حمله قرار گرفته، جایی که شمار بالایی از تعداد زیادی از آوارگان فلسطینی در اون الان زندگی می کنند. البته به گفته هلال احمر تلفات نداشته این حمله، هرچند که چند نفر در اون زخمی شدند. ارتش اسرائیل هنوز به این گزارش واکنش نشون نداده. ارتش اسرائیل همزمان همچنان هر در واقع گاهی روزی دو بار، هم صبح و هم شب، تصاویر رو منتشر می کنه از آنچه که در عملیات به دست آورده. مثلا ساعتی پیش تصویر منتشر کرد و گفت که مقداری تسلیحات از یک از اتاق خواب یک کودک در نوار غزه به دست آوردن. قبل از اون تسلیحات دیگه‌ای رو نشون داده بود که میگفت در یک مدرسه بوده و موارد دیگری از این دست. همزمان باید گفت که در شمال اسرائیل هم درگیری ها با حزب الله ادامه داره. امروز حزب الله یک موشک ضد تانک به سمت اسرائیل شلیک کرد که به یک کلیسایی برخورد کرد که در یک روستای در واقع خالی از سکنه فلسطینی که مسیحیان فلسطینی در اون زندگی میکردن برخورد کرده و مسئول حدوداً 80 ساله اون کلیسا رو که مسئول نگهداریش بوده رو زخمی کرده. این در حالی است که البته حزب الله مدعی هست که این موشک ضد تانک رو به سوی نیروهای نظامی اسرائیلی شلیک کرده. ممنونم از توضیحات اشکان صفایی از اورشلیم.